وقت بخیر دوستان. بالاخره بعد از سالها انتظار اپل ویژگی تراکینگ رو به نرم افزار فاینال کات پرو اضافه کردم. اینطور که میبینید من ورژن 10.6 دارم و تو این ویدیو میخوام خیلی سریع بهتون نشون بدم که این ویژگی چطور هست و چه استفاده هایی میشه ازش کرد و بسیار بسیار بهتر از پلاگین های قبلی هست که برای فاینال کات پرو و تراکینگ وجود داشت و اونا بسیار کند و سخت بودن استفادهشون، ولی الان بسیار این سریع، دقیق و راحت است استفادهش. اول از همه یه پروژه جدید میسازم، اسمش رو میذاریم یوتیوب 24 فریم HD 80 و میام اولین فایلم رو ایمپورت میکنم. یک فایل POV گو پرو هست از من و دوستم در حال دوچرخه سواری. یه قسمتی از فایلم رو میندازم توی تایملاینم، فقط ویدیو، و کاری که میخوام اینجا بکنم این است که میخوام دوستم رو ترک بکنم و یه تایتل رو بچسبونم به اون و حرکاتی که انجام میده. قبلا وقتی میرفتیم توی قسمت تایتل و یه تایتلی رو اضافه میکردیم به تایملاینمون، ویژگی ترکینگ رو نداشتیم و فقط میتونستیم کی فریم بذاریم و به صورت کی فریم، حالا فریم به فریم یا هر جوری که میخواستیم، این تایتل رو به حرکت در بیاریم تو طول تصویر. ولی الان حالا من میام این بیسیک تایتل رو پاک میکنم، ولی الان وقتی تایتلتون رو میکشین روی تصویرتون، فاینال کات رو میاد یه سری آبجکت رو خودش پیدا میکنه و بهتون پیشنهاد میده برای ترک کردن و میبینید که من اگه اینو بیارم روی دوستم، دوست من رو شناسایی میکنه و الان میخواد که اونو من وقتی دراپ میکنم میبینید که الان به عنوان یک تراکر اوورده روی دوست من و آماده ترک کردنش هست. حالا ولی من اگه اینجا پلی بکنم میبینید که هیچ اتفاقی نیفتاده و تایتل من بدون حرکت اونجا وایستاده. برای اینکه این تراکینگ انجام بشه ما میایم روی آبجکتمون خیلی دقیق سلکت میکنیم و تراکر رو میاریم روش. نمیخوایم که اطراف سوژمون رو انتخاب کنیم تا دقت تراکینگ و سرعتمون رو پایین بیاریم. این دایره سمت چپ بالا رو که میبینید میزان دایره‌ای بودن تراکر من رو مشخص میکنه و گزینه‌های روتیشن و چیزهای دیگه هم هست. حالا که من خیلی دقیق سوژم رو انتخاب کردم، انالایز رو انتخاب میکنم و فاینال کات پرو شروع میکنه از اون نقطه به بعد و از اون نقطه به ابتدای کلیپ من ترک کردن سوژم رو و میبینید که من الان ندارم سرعت کلیپم رو بالا ببرم و این با همین سرعت داره سوژه من رو ترک میکنه. تازه من مکبوک پرو 2016 دارم و الان دارم اسکرین ریکوردینگ هم میکنم که بیشتر رم و سی پی یو من رو اون اسکرین ریکوردینگ داره مصرف میکنه و میبینید باز هم خیلی سریع داره فاینال کات پرو این کار رو انجام میده و میبینید که خیلی هم دقیق هست و هیچ اشتباهی تو طول این کلیپ انجام نداده. حالا ولی اگه من بیام تایتلم رو روی کل تصویرم بکشم وقتی که تراکینگم تموم شد و پلی بکنم، میبینید که تایتل من چسبیده به حرکاتی که دوستم انجام میده. مثلا اینجایی که با نیاب میزنه میبینید که تایتل هم با اون جابجا میشه. ولی یه مشکلی که داره این است که میبینید اینجا مثلا تایتل من داره روتیشنش رو هم هماهنگ میکنه با دوست من و این باعث میشه که هم یکم زشت بشه و هم یکم خوندن تایتل سخت بشه. کاری که میتونیم بکنیم اینجا توی قسمت ویدیو اینسپکتر، قسمت ترانسفورم، میبینیم که یک مربع اینجا اضافه شده که قبلا نبود و من اگه این مربع رو سلکت بکنم میبینید که داره بهمون نشون میده که تراکر ما داره پوزیشن و روتیشن رو ترک میکنه و من میتونم گزینه روتیشن رو بردارم. وقتی که این گزینه رو برداشتین، اول مطمئن بشین که اینجا از قبل تراکرتون تأثیری روی روتیشنتون نذاشته و اگه بود اون رو به صفر تغییر بدید. خب اینجا صفر هست و مشکلی نداریم و اگه من الان پلی کنم میبینید که روتیشنی وجود نداره و خیلی دقیق و خیلی خوب تایتل من چسبیده به حرکات دوستم. و حالا که تراکرمون کامل شده میتونیم پوزیشن تایتلمون رو عوض کنیم و تمام امکاناتی که قبلا روی تایتل داشتیم رو الان داریم و میتونیم هر کاری که دوست داریم با
تایتلمون بکنیم و خیلی قشنگ این تایتل چسبیده به سوژم. خب حالا من کلیپم رو انتخاب میکنم، میام تو قسمت ویدیو اینسپکتر و وقتی که بیام پایین میبینید که یک قسمت جدیدی اضافه شده به نام تراکرز و این تراک اولیه که هست من کردم و به نام Object Track سیف شده. من میتونم اسم این عوض کنم و بذارمش مثلا Rider Number 1. حالا شما میتونید اینجا تو قسمت Trackers و این آیکان پلاس رو انتخاب کنید و تراکرهای مختلف رو اضافه کنید به تصویرتون. میبینید که Final Cut Pro یه تراکر جدید اضافه کرده و من حالا میتونم یه تراکر جدید به ویدیوم اضافه کنم. به فرض من میخوام که این دفعه فرمون دوچرخه خودم رو ترک کنم و یه تایتل جدید به این اضافه کنم. خیلی دقیق وسط فرمونم رو انتخاب میکنم و انالایز رو میزنم و میبینید که خیلی سریع Final Cut Pro میاد و این تراکینگی که من گذاشتم رو انالایز. حالا شاید براتون سوال باشه که این دایره چیه؟ این دایره خیلی ساده بخوام بگم میزان دقیق بودن ترک کردن شما یا اینی که توی فریم بعد ممکنه این سلکتی که شما کردین چقدر تو چه محدوده‌ای باشه رو مشخص میکنه و هر چقدر شما بزرگتر باشه این دایرهتون تراکینگتون دقیق تر میشه و خب مسلماً مدت زمانی که طول میکشه برای Final Cut Pro تا ترک کنه هم بیشتر طول میکشه. میبینید که الان به نسبت دفعه قبل که من دایرم کوچیک بود چقدر داره بیشتر طول میکشه این تراکینگ کردن و چقدر بهتر و دقیق تر داره این کار رو انجام میده. البته بازم میبینید که به اشتباه افتاد. مشکلی نداره، میتونه اشتباهشو خیلی راحت درست کن. منتظر میمونیم تا انالایزمون تموم بشه. خب حالا که انالایز ما تموم شد وقتی توی کلیپ میریم میبینیم که توی این فریم Final Cut Pro به اشتباه میفته. ما میایم فریممون رو پیدا میکنیم، تا اینجا تقریبا اوکیه ولی اینجاست که میبینیم دیگه اشتباه کرده. ما فریمی که Final Cut Pro اشتباه کرده رو تصحیح میکنیم و چون از اینجا تا به انتها اشتباه کرده گزینه Analyze Forward رو انتخاب میکنیم و شروع میکنه Final Cut Pro دوباره از اون نقطه‌ای که ما تصحیح کردیم تا انتهای کلیپمون رو Analyze میکنه. حالا که تموم شد من میام یه تایتل جدید اضافه میکنم و اسمشو میذارم مثلا پدر. حالا اگه من پلی کنم میبینید که هیچ اتفاقی برای تایتل جدید من نمیافته. اگه بخوام که این تایتل رو لینک بکنم به تراکینگی که همین الان انجام دادم، اول بیاین تراکینگمون رو اسم بذار. میایم تو قسمت ویدیو اینسپکتر کلیپمون رو انتخاب میکنیم، میایم پایین و میبینیم تراکینگ جدیدی اضافه شده. اسمشو میذاریم پدرام. حالا اگه من تایتلم رو انتخاب کنم برم تو قسمت ترانسفورم، میبینیم که اینجا قسمت تراکر اضافه شده و من اگه این گزینه رو انتخاب کنم میبینید که الان همه تراکینگ هایی که من تو روی این کلیپ دارم برای من میاد. میتونم پدرام رو انتخاب کنم و الان تایتل من لینک شده به تراکری که از قبل دارم و میبینید که تایتل من الان هماهنگ با فرمونم حرکت میکنه. کار بعدی که میشه با این تراکینگ انجام داد اینه که بیایم یک افکت خاص رو به یه محدوده خاص یا به آبجکت خاصی ترک کنیم. برای این کار من میام یه کلیپ خام از یه فیلم برداری قبلی که داشتم رو ایمپورت میکنم و
امتحان قسمت ویدیو و کالر بورد رو وقتی که میاریم و درگ میکنیم روی تصویرمون میبینید که فیس رو پیدا میکنه. و وقتی که فیس رو پیدا کرد ما شیپی که دوست داریم رو میتونیم مشخص کنیم برای فاینال کات پرو و وقتی که راضی هستیم انالایز رو بزنیم. و حالا میبینید که با وجود اینکه کلیپ من به خاطر عمق میدان کمی که داره و سوژم چندین بار از فوکوس خارج میشه و به فوکوس وارد میشه و حتی توی این نقطه سرش رو بر میگردونه، ولی باز هم فاینال کات پرو موفق میشه که فیسمون رو ترک کنه. ولی اینجا میبینید که به یه مشکلی خورد، ولی ما خیلی راحت میتونیم این رو تصحیح کنیم. از اینجا به جلو میبینید که کاملا ترکر ما درست است و در اصل تا اینجا رو بیشتر نمیخوام و از اینجا به بعد رو میخوام کراپ. ولی میبینیم که از این فریم دقیقا میاد فاینال کات پرو شروع به اشتباه میکنه. چطور اشتباهش رو تصحیح کنیم؟ میام توی فریمی که اشتباه کرده و یه اجاستمنت خیلی کوچیک انجام میدیم و از اینجا به ابتدای ویدیومون مشکل داره، پنلاز بکورز رو میزنیم و منتظر میشیم تا ببینیم فاینال کات پرو بله به درستی اصلاح کرد تراکینگ رو و حالا میبینیم که تراکینگ کاملا صحیح رو داریم. حالا که کارمون تموم شد میبینیم که اینجا یه کالر بورد داریم که تراکر داره. کاری که من میخوام بکنم این هست که بیام تو این کالر بورد و قسمت هایی که خارج از صورت هست رو اکسپوزش رو کم کنم. وقتی که باز میکنید میبینید توی قسمت ماسک اینسایت هست و آتساید. چون من میخوام خارج از صورت رو اکسپوز رو کم کنم، آتساید رو انتخاب میکنم و توی قسمت اکسپوزر اکسپوز خارج از صورت رو کمی پایین میارم و دوست دارم یکم شادوز رو هم پایین بیارم و حتی میتونید یکم سچوریشن کلی تصویر هست خارج از صورت رو کم کن. حالا اگه برگردم به قسمت ویدیو اینسپکتر، اینجا میبینید که قسمت شیپ هست. وقتی روی شیپ میزنید میبینید دوباره همون تراکر و شیپ میاد. من اینجا دوست دارم که یکم فدرم رو اضافه کنم که وقتی حرکت میکنه تراکر من مشخص نباشه که من ترک کردم. خب حالا یه کالر بورد دیگر رو اضافه میکنیم به تصویرمون و الان که ما کارمون رو انجام دادیم میتونیم کالر گریدینگمون رو هم اینجا انجام بدیم. چون این ویدیو راجع به کالر گریدینگ نیست، من خیلی سریع کارم رو انجام میدم و خیلی هم قرار نیست دقیق باشم توی این کار. خب برای این ویدیو فکر کنم همین مقدار کافی باشه و الان میتونم ویدیوم رو پلی کنم و اینجا میتونید ببینید که تغییراتی که انجام دادیم به چگونه تاثیر گذاشته روی تصویرم. اگه ویدیوی بیشتری راجع به تراکینگ یا کلن ویژگی فاینال کات پرو یا حتی یک سری ویدیو دوست داریم بسازم راجع به از مبتدی تا حرفه‌ای ادیت در فاینال کات پرو توی کامنت به من بگین و ممنونم از وقتی که گذاشتین. خدا نگهدار.